모두 원에 다리 미리 못 썼대라! 맞아, 다리 미리 쌉지! 모든지, 모든지 그저스! 모든지 게 다이어체, 헤이 지버스! 헤인 다이어체, 함투의 마르즈 오트리쉬, 함투의 마르즈 스위스, و همتوی مرز آلمانه یعنی یه جورایی تقسیم بر از سه شده و خیلی دریاچه خفنیه و خیلی که بعد از اینکه اون دریاچه رو دیدیم بریم سمت سوئیس بریم کشور سوئیس پوسیت بکنیم بیا اینا بچا اوکسان هم داره آرایش میکنه این چیزی که زیر چشای زده این مثل اینکه حالت چه بدونم مثل ماسک میمونه که باعث میشه این سیاهی چشم بره چی میگی از ما هم امتحان کنیم ببینیم چی میگه ها کایل اش مسافتش خاص کوک آخ وا چه سپری دارم واقعا دختر چوری میتونه اینا رو بزنم از امروز قراره که منم زیبا بشم بچه یکی از سفریات مهم مسافرت اگه گفتید چیه؟ چاییه بله اصلا مسافرت بدون چایی و توالت نمیشه یعنی هر دوتاش باید فراهم باشه بعد من گلاب بروتون رفتم اونجا دستشویی واسه یه شاش 70 سنت ازم گرفت منم واقعا خیلی زور آمد واسه همین رفتم به اندازه 10 یورو ریدم خب بچه از اونجایی که هیچ جای آلمان شما چای ایرانی نمیتونید پیدا کنید واسه همین من یه دونه کتری خریدم که ماشینم بس میشه و خدا رو شکر توی صندوق عقبمون از این جا فندکی ها داریم و میتونیم خیلی راحت برای خودمون چای یا کافی درست کنیم بله بچه از اونجایی که ما کتریمون نوعه بریم اول اصلا اینو تمیزش کنیم خب کتیمون هم تموم شد تموم شد تمیز شد مخصوص باس آقای آخه آب داخلش بریز آفرین وای سوکتش هم خیس شد خوب شد نزدم تو ماشین خب الان خشکه خیلی هم عالی و روشنش به 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 خدا رو شکر بچا کتریمون هم سالمه یه کتری دیگه خریده بودم ولی 24 وات بود این الان 12 واته و اون کار نمیکرد ولی این خدا رو شکر کار میکرد نیم ساعت گذشت هنوز این تموم نشده لاواسم چون که بخشم بهش میرسه فکر کنم خیلی طول میکشه ولی رو کارتونش که نوشته بود 15 تا 20 دقیقه ولی خب واقعا خیلی طول میکشه بچه ایشون مثل خودم اون پایین رفته دنبال جا بگرده اومده اینجا هم آبیاری کنه واقعا کار زشتیه ich wundere mich dass das nicht du bist da hinter dem Baum فکر کنم بهمون انداختن این الان یعنی تموم شده من هر کاری میکنم میگه روشن نمیشه اتوماتیک خاموش شده ببینید ولی آبش اصلا جوش نیومده فقط گرمه What the fuck بذارید امتحان کنیم آبش گرمه بچه اصلا جوش نیومده خب بچه ما بریم چای و کافیمون هم بزنیم و بریم واسه ادامه مسافرت بریم سمت این دریاچه زیبایی که بهتون گفتم و بعدش بریم سمت سوئیس Let's go You were like a ransom note If I give in will you come home I put everything I had into getting you back I was only 17 توی اتوبان به سمت جنوب آلمان داشتیم حرکت میکردیم که یهو دیدیم یه خاز وسط اتوبان داره دست و پا میزنه هرچه هست ویدوان پیداش نمی کن نمیدونم کجا افتاده خدا کنه که ماشین چیزی بهش نزده باشه پیداش کردم آی مرده بچه هم متاسفانه مرده تا ماشین نیومده بیارم ماشین برم داشتم می اومدم از اینجا یه دونه روبا دیدم مجبوریم بذاریمش که دیگه غذای روبا بشه خیلی از ماشین دور شدم بعد بودم برم سمت ماشین بچه متاسفانه مرده بود واقعا صحنه دلخراش بود بچه حتی میذارم یه ماشینی چیزی با سپر جلوش خورده به این و متاسفانه اونم دیگه رحمت خدا رفت اما داوا نخواهیم فوق بشتم دویر دارم حال دیگه فوتر یه جوری چرخه طبیعت دیگه اون خوراک اون روبا میشه متاسفانه ولی خب دلم سوخت داشتیم با ماشین میرفتیم بعد دیدم وسط اتومان داره دست دست میذاره یه صحنه دلخراش بود مخصوصا اوکسانا ناراحت شد بس تو تاقش یاکلا آلس گود چات آلس گود آلس گود ایش وای سوا او بچا هم جوراب هم دبایی هم شلوار هم خیس خیس شد به خودم از سرما مردم ولی خب دیگه به هر حال تلاشمون رو کردیم خب بچه ها بالاخره رسیدیم و ماشین هم زدیم توی شارژ 50 دقیقه دیگه پرپر میشه و این 50 دقیقه رو میتونیم استفاده کنیم بریم ببینیم که اینجا چی داره اولین چیزی که دارم میرم یه چرخ و فلک خیلی زیباست بچه ها اکسانا دوست داره بره بالای چرخ و فلکه ولی من میترسم حقیقتا خب روم نمیشه بهش بگم این بده نه ایش بین داگ بون بایستا
بچه سوالش خیلی قشنگه. جوابش هم خیلی زلاله نسبت به دریاچه توی برلین. این پایین رو ببینید، پر از ماهیه. من فکر کردم اول اینا گیاهن، یعنی اینا همه ماهین. ولی خب از این ماهی تنبلان زیاد تکون نمیخورن. ما الان سمت آلمانیم. به نظر من اون قسمت که سمت اتریش میشه و اون قسمت میشه سمت سوئیس. به نظر من اون قسمت‌ها باحال‌تره و قشنگ کوه‌ها و اینجور چیزا معلوم از اینجا. خب بچه‌ها بالاخره رفت تو پاچم و مجبور شدم دیگه چرخ و فلکم برم باهاش دیگه. این دوستختر دارید همیشه بعد سراش به همینه. بعد این 6 تا دور میزنه و من ازش پرسیدم که نمیشه حالا یه دور بزنه بعد بیاد پایین، گفت نمیشه. ولی فردا سرتون یه بار دیگه. حالا سعی می‌کنم یکم آبروی خودم حفظ کنم. خوبه. خب بچه ها داخل هم نشستیم ولی همه جوش داره تکون میخوره. خدا کنه که ساله برسید. از سوخ هنگ وای اولیش چرا من آخه این کارو کردم؟ بعد به دلمون راه ندیم. همه چیز اوکی، همه چیز عالی. داریم میریم بالا. چه ویوی قشنگه ای و من خودم اینجا بوتن گرفتم. اتفاقی افتاد دیگه سیف باشم. آدم باید فکر کنه. آخش راند اول تموم شد، فکر کنم 5-6 تا راند دیگه داره. الان که داخل این کابینم یکم ترسم کمتر شده. کام باکس هارا اش بشود سدیشیه آلس گوت. بچه الان که من دستم درگیره با پا میتونه گرفتم کت شد کت اسشیفت با یه برو بر برو بر کت شد وای وای کت شد دوتا همون یه سمتیم بابا نمیتونم شنیدید؟ بابا من میگم این دستگاه همه خرابن. دوست دارم برام برام پایین. هیچ چیز دیگه نمیخوام. راند دومم تموم شد و ما همچنان زنده ایم. خدا یشکر. سوپا دانکشه. خدا رو شکر تموم شد. حس می‌کنم یکی از بزرگترین چالش‌های زندگیم بودن. ترس از ارتفاع دارم. خیلی برام سخته. مثلا باندی جامپینگ اینا فکر کنم اصلا نتونم انجام بدم. خب بعنم. بچه یه نکته جالبه اینجا ماشینتون که پارک میکنید نیازی نیست که تیکت اینا بخرید. بغل ماشینتون یه دونه از این دستگاه هست که باید توش پول بندازی و بعد بهت میگه که اینجا چقدر میتونه بمونه. من الان 50 سنت بندازم. الان وارد شد. آها تقریبا 60 سنت برای یه ساعت. ولی من 50 سنت گذاشتم و اینجوری کار میکنه. خیلی جالبه. من هیچ جای آلمان چیزی اینجوری ندیده بودم. خب بچه اینم از طبیعت زیبای دریاچه بودنزی که توی جنوب آلمانه. دریاچه باحالیه ولی خب اونجوری که من فکرشو میکردم نبود و من هنوز نیومدم اینجا. یه نکته رو دیدم، چشمای منو واقعا ببینید. این پایین رو نگاه کنید، به نظرتون اون چیه که اونجاست؟ یه دونه دوچرخه است. بله یه دونه دوچرخه انداختن دقیقاً این پایین. بغلش هم پر آتش‌آشغالای دیگه است. بعدم خیلی وقت باشه که این پایینه. این پله یعنی مخصوص مگنت فیشینگ، ولی متاسفانه وقتش نداریم. بعد سری بریم سمت سوئیس. هوا تاریک شد. رسیدیم به مرز سوئیس. پلیس ها اینجا الان وایساده هم بودیم از بغلشون سوسکی رد میشه. الان توی اتریش بودیم و سمت راستمون میشد سوئیس، سمت چپمون میشد یه کشور خیلی کوچیک به اسم لیشتنشتاین. این کشوره رو من اصلا تا الان نمیشناختم و همچه بودم ولی امروز باش آشنا شدم. ببین چهارمین کشور کوچیک توی دنیاست. واسه همین ما نرفتیم سمت سوئیس، رفتیم سمت لیشتنشتاین و بریم ببینیم که اونجا چجوریه دیگه. بچه بالاخره رسیدیم. چه شهر زیبایه، واقعا یکی از قشنگترین شهرهایی که من توی زندگیم دیدم. بعد بعدش اینه که خیلی کوچیکه. ببینید ما الان توی پایتخت این کشور هستیم، همین یه تیکه است، خیلی کوچیکه. فکر کنم عرضش 25 کیلومتره و یه خوبی هم که داره اطرافش پر از کوه. از چپ بگیر تا راست این سمت. الان ساعت 7 و ما داشتیم دنبال چه می‌دونم رستوران و ساندویچ و چیزا می‌گشتیم، همه جا بسته بود به غیر از ایشون. بریم ببینیم که چی داره. یه غذایی بزنیم به بدن، بعدش بریم بالای کوه سمت راستیمون. میخوام بالای کوه دوباره بخوابم. حسن هونگا سو دانکشون تنکیو. بچه ها چه غذای قشنگی هست. جایی که اومدیم خیلی هم گرونه. این غذا در اومد 18 یورو، این هم 18. آها اوکی. بچه ها به یورو نبود غذاشون، به فرانک سوئیسی ما باید اینا رو پرداخت کنیم. خلاص 2 یورو هم گرون تر میشه. سرجم غذامون دونه 20 یورو در میاد. خیلی اینجایی که اومدیم گرونه. الان همینا رو چه در سوال بان میخریدیم 7 یورو 8 یورو بامون در میاد. ولی بریم بزنیم به بعدم این که چی بود. Mmm.
طعمش خدایش خیلی خوبه. با بریم غذامون رو بزنیم به بدن و برمیگردیم. Of you, I try to fake, I don't want you in my life. بچه الان وسطای کوییم و تمام این راه رو باید بیایم بالا. داریم میریم بالای یه کوه به اسم مالبون که یه روستان بالای این کوه هست و واسه همین حد میزنیم که اونجا هم خیابونش مناسبه همین که واسه خواب خیلی خفنه و بریم ببینیم که چجوریه. خب بچه ها بالاخره تونستیم بعد از کلی گشتن یه جای خوب برای خوابیدن پیدا کنیم بغل خیابون دقیقاً. بعد نگاه کنید بچه ها ما بین دوتا کوهیم، یه کوه برات جلومونه، پشت سر اونم کوه، هر چهار طرفمون کوه. یه صدای چه میدونم صدای گاو هم داره میاد سمت راست، اون پر گاوه. امیدوارم که تا صبح بذارن ما بخوابیم. خب ما بریم جای خوابمون رو آماده کنیم دیگه، آماده خواب بشیم. ساعت 9 نیم شب ولی خب هنوز زوده، ولی متاسفانه اینجا مثل شهر مردما میمونه دیگه، ما هم باید عادت کنیم زود بخوابیم که بتونیم صبح زود بلند بشیم و کلی ویدیو بگیریم براتون. جای خوابم که آماده است، ایول آپشن آپشن ها رو حد بزنیم کنار. اکسانا بچه ها ترسون نمید با این چراغه. آقا این از همین لامپای اوفو هست و این میترس اینجوری منو بینه. دشمنان میبینن. خب بچه الان اگه نوبتی هم باشه، نوبت نوبت خوابه، ما هم بریم یه شبکه 4 ببینیم و بخوابیم. شب شما بخیر. Don't say, darling, 'cause you'll fake it. Don't hide the tears, 'cause I know you're breaking. All this love and all this pain you've given. All this love and all this pain. صبحتون بخیر بچه ها. عجب جایی رو ما دیشب واسه خوابیدن انتخاب کردیم. امروز صبح که بلند شدم اصلا سورپرایز شدم، خیلی خفنه. یه آقایی هم اونجا سر درخت میبره، صداش از صبح زود داره میاد درنما رو سرویس کنه. همو جون احمد بس کن. به به، عجب طبیعت زیبایی. آدم اصلا این طبیعت زیبا رو میبینه دلش عوض شاش کردن میکنه. اوه بچه ها جنگلش هم شاید زیبا و سرسبز. آقا از دیشب که ما توی ماشینیم پنجره رو که میدادیم پایین صدای آبشار میومد. الان دارم میبینم که آیا اینجا واقعا آبشار هست که بله. به به، اصلا آبشار که چه هست، یا روده چی میگه بهش. واه رفتن تو تار عنکبوت. آدم صبحش بعد اینجوری شروع کنه تو دل طبیعت، طبیعت مهملانی کهکشانی. هی واقعا این آبشار رو من دیدم لذت برام بچه ها. مثلا آدم قشنگ داره میبینه که آب چیوری داره سرازیر میشه، مسیر خودش رو داره میره و سر راه مثلا چند تا سنگ هستن که دارن آب اذیت میکنن، ولی آب اصلا به اینا توجه نمیکنه، فقط مسیر خودش رو میره و هر کاری هم که بکنی، یعنی حتی چه میدونم بیای 10 تا کامیون سنگ هم جلوی آب بریزی، به هر حال آب مسیر خودش رو پیدا میکنه و سرازیر میشه. خلاص عزیزان همیشه به صاحب باشید، هیچ وقت ناامید نشید و کاری به این آشغالایی که سر راهتون هستن نباشید، همیشه مسیر خودتون رو برید و بهشون توجه می نکنید. بچه ما همچنان توی کشور لیشتنشتاین هستیم، هنوز نرفتیم سمت سوئیس. یکی از خفن‌ترین روستایی که من توی زندگیم دیدم. مردم اینجا واقعا نباید پیر بشن. شما طبیعت رو به این زیبایی ببینید، این ور کوه، بعد نمیدونم اون بالا رو میبینید یا نه، ولی حتی از این چیزا دارن که میشه رفت بالای کوهش. یعنی حتی اگه طرف سنش هم زیاد باشه میتونه راحت سوار یکی از اینا بشه، بره برای خودش بالای کوه اشغال کنه، چه میدونم هوای تازه بخوره به مشامش. الان زد 12 ظهر و خیلی دوست دارم برم بالای کوه. بچه‌ها دو دلی، نمیدونیم بریم بالای کوه یا نمیدونیم مستقیم بریم سمت سوئیس. Fake it till I get on me. Real talk on NSC. Yeah, I got some new feelings. I got some new feelings. خب برعکس زیبارو ما بالاخره رسیدیم به نقطه چه میدونم اصلی این شهره و این چیزها رو شما پیدا کردیم. خب بچه ها بلیتام بالاخره گرفتیم دیگه، چیکار کنیم دیگه، مجبوریم تسلیم بشیم. خدایا من مثل سگ میترسم.
وای سرعتش داره زیاد میشه. های سرعتش داره زیاد میشه. چه ارتفاعی و چه منظره ای. خدایا همین یک بار منو سالم برسون تو بالا. هر گناهی که من کردم من گفت خود منو سالم برسون. چش با پایینو نبینیم، پایینو نبینیم بهتره. ولی خدایش بچه‌ها ویوش خیلی خفنه. وقتی سن اون کوهای پشتی. ولی فکر کنم برگشتن و بچه‌ها من پیاده بیام. راستی این کوهی که داریم میریم بالاش تقریبا ارتفاعش 2 متر خورده ایه. 2 متر 2000 متره و با این حاجیا که ما سوارشیم 10 دقیقه طول می‌کشه تا برسیم بالا. بچه برف، این پایین پر برفه، مثلا اینجا آها داریم میرسیم، ایوال راستی بچه قیمت این چیزی هم که ما الان سوارشیم نفری 15.5 فرانک بود. فرانک تقریبا 16-17 یورو میشه. نفری 16-17 یورو خیلی زیاده به نظرم. خدا رو شکر سالم رسیدیم این بالا. خب برای عکس زیبا به نظر من ارزش رو داشت. الان اومدیم بالا یه کوهی که همه چیز این پایین معلومه و ما دقیقاً از این روستای پایین اومدیم. همونجوری که بهتون گفتم این روستا و اطرافش پر کوهه و خیلی دوست دارم منم اینجا یه خونه یه چیزی بخرم و گرگای بیام اینجا و برای خودم زندگی کنم. مثلا دوست دارم اینجا پیر بشم. بچا یه نکته دیگه، آدم با ماشینم میتونه بیاد این بالا، یعنی بهمون انداختن. خب بریم ببینیم که اینجا چه خبره. و به 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 وای بچه ها دیشب ما اون پایین خوابیدیم. به برای اولین بار امسالی که ما الان برفی دستمون گرفتیم. الان توی فصلی هستیم که مثلا برلین هواش چه میدونم 15-16 درجه است. اومدیم اینجا بالای کوه پر برفه. اومدن ابو دبو وی When I wake up in the morning love خب بچه اینم از بالای کوه که اومدیم براتون کلی فیلم گرفتیم. ولی به نظر من این پولی که ما پرداخت کردیم ارزش رو نداشت. ما بیشتر از چه میدونم 30 خورده پرداخت کردیم، به پول ایران 1,000,000 تومان میشه. ولی تنها چیزی که داریم یه دونه رستوران این پشته دیگه، چه میدونم یه ویوی خفن داریم. اون پشت هم مثلا میشه رفت ولی زیاد جالب نیست، فقط یه راهیه که میخوره به جنگل. پس به نظر من خیلی از اینش گرون بود. مطمئنم این رستوران اینوری هم خیلی گرونه. از این رستوراناست که مثلا لیوان چای بهتون میده 6 یورو. خب بچه ها دوباره برگردیم پایین. لش فال زن که I used to be your baby, used to be your pride and joy. You used to take me dancing just like any other boy. خب بالاخره رسیدیم پایین. الان دیگه نوبتی هم باشه بچه ها، نوبت سویفه. خیلی کنجکاوم برم اونجا رو ببینم. ما هم داریم میریم سمت یه جایی که یه دریاچه خیلی زیبا داره. پس حتما با ما همراه باشید. Let's go. Yes بچه ها وارد سویف شدیم. بچه ما یه زنگ به علی بزنیم ببینیم که کجاست. دن سرویس. یاو چطور مرام؟ چاکرم تو خوبی؟ من میدونم میره. آره ببین من فکرم تو مونیخ زندگی میکنی، سوئیس چی کار میکنی؟ آه یعنی چی؟ ببین من اینجا پیدات کردم آجی. چطور اگه چیزی از اینجا من پیدات کردی؟ تو اینجا چی کار میکنی علی؟ وقت سوئیس علی هم آره دارم برام در علی سرویس. بچه ها چنان من اینو مساحش کردم که نگو، ولی جدی نگیرید بچه ها. علی هم یکی از رفیقای گل ماست. I was never wrong but I was always stressing. Told me I was crazy girl I think I got the message. So I'm done done obsessing. Took your word but I guess I learned my lesson. I'm just tired of throwing rocks into your balcony. Sitting on the dance. خب بچه ها بالاخره رسیدیم به یکی از شهرهای زیبای سوئیس به اسم سوریش. اولی کاری که باید بکنم باید برم اینجا موهامو کوتاه کنم، چون واقعا اصلا موهام داغون شده. یه نکته رو بهتون بگم، میدونستید که سوئیس سومین کشور پولدار دنیاست؟ و نکته جالبش اینه که فقط 9 میلیون شهروند داره، ولی خب سومین کشور پولدار دنیاست. آمریکا مثلا ششمین کشور پولدار دنیاست، ولی سوئیس از آمریکا هم پولدارتره. خوش به حالش. ما بریم موهامون یکم کوتاه کنیم. علی قیمت‌ها اینجا خیلی زیاده. یه اسلام بود 25 یورو این بده.
بچه ها دمشون گرم. الان اومدیم آرایشگری برامون کافی آوردن. تو برلین الان راه نمیگن آرایشگری. شانس بیاری بهت فوش ندن. اینجا کافی هم میاد. بانک محمد یا؟ بیزشون. باز خود. بانکشون. چا چا. چا بیران. خب محمد هم زحمت موهامو کشید. واقعا الان حس میکنم که از لولو تبدیل به هلو شدم. ولی هزینهش خیلی زیاد بود. 32 فرانک از همون گرفت. 32 فرانک. 34 یورو 35 یورو میشه تقریبا. و خیلی زیاد بود. خلاصه که محمد بهمون انداخت. It's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming, dreaming in colors I never dreaming. Oh yeah, I let you deeper than I. خب بچه اومدیم لب ساحل شهر توریش توی کشور سوئیس و چه ساحل زیبایی. به به اصلا آدم دلش باز میشه و خیلی خفنه، مخصوصا این آبش رو نگاه کنید، کف دریاچه معلوم از اینجا اصلا آشغال خیلی سخت میشه توی این آب. خب بچه توی سوئیس فقط سوسیس حال میده بخورید، یعنی من این همه رو اومدم سوئیس تو سوسیس بخورم. قفه شو بابا. بهرام طعمش بد نیست، خیلی خوشمزه است. بعد سسش پیاز داره و این سسش هم خوشمزه. الان خواستم برم دستشویی بچه‌ها، بعد اینجا سبز بود، این سبز یعنی که کسی داخلش نیست. بعد درو باز کردم دیدم یه دختری داره شلوارش میکشه بالا. من گفتم ای ببخشید، یهو درو بستم اینجا منتظر موندم دختر اومد بیرون. گفتم من ترس از فضای بسته دارم، واسه همین هیچ وقت در توالت و قفل نمیذارم. حالا من که بعدم نمیاد ولی خوب خوش میذارم. خب بچه‌ها ما طبیعت زیبای سوغش هم دیدیم، الان وقت اینه که بریم دوباره توی طبیعت. واسه همین اکسانا مدیر برنامه این مسافر ما یه جای خیلی خوب پیدا کرده، یه شهری به اسم تون. میدونم شبیه اون کلمه است که الان دارید بهش فکر میکنید ولی اون کلمه نیست. یه روستایی هست به اسم تون که یه دریاچه خیلی زیبام داره و ما تو اینستاگرام دیدیم خیلی‌ها مثل اینکه رفتن اونجا و خیلی راضی بودن، خیلی خفنه، طبیعتش هم بسیار زیباست. واسه همین قراره که بریم اونجا یه سر بزنیم. امشب هم اگه بتونیم اونجا بخوابیم و بعد از سوئیس به احتمال زیاد حالا یا میریم سمت اتریش یا میریم سمت ایتالیا، شهر ونیز. خلاصه که حتما با ما همراه باشید. I've been feeling so down, yeah. نکته که من اینجا پی بردم اینه که آدماشون واقعا همه پول دارن، یعنی همه خوشگل، همه خوشتیپ، خیابونا تمیز، ماشینا مدل بالا. اصلا من ماشین مدل پایین تا الان ندیدم تو این شهر. مدل پایین ترین ماشینی که دیدم شاید اونه، مثلا مزده سری 2ه. ولی خب نگاه کنید آدی چمنم Q8، پشت سرش یه بنز داره میاد، بعدش یه بی ام و داره میاد. اصلا ریختشون یه جوریه که قشنگ میفهمی اینا پول دارن. بخدا مثلا من این زن دیدم کلی کیفای لوی ویتون داشت، مارک سلین داشت. اینجور چیزا توی آلمان کمتر میبینید نسبت به اینجا. بیشتر آلمانی‌ها به خودشون نمیرسه، نمیدونم چرا. بچه ها دم عصر و ما هم قبل از اینکه بریم سمتون رودخونه خیلی گشنمون شد. اکسانا حواس غذای ایرانی کرده بود، واسه همین گفتیم بریم رستوران ایرانی غذا به بدن بزنیم. چون اونجایی که داریم میریم رستوران ایرانی میرانی نیست، اصلا همینجا از بس ایرانی کم داره رستوران ایرانی هم خیلی کم داره. به بچه اینم از غذای ایرانی که اسمش هم سوئیسی گذاشته. وای چقد گرونه. زنی دونه سلطانی 41 فرانک. چه اکسانا رفته بالا، اون پایینه. به به اینم از دیزاینش از بیرون. اینجا هم زده چلو کبابی. یس. عجب رستوران قشنگ و زیبایی. خب بچه ها غذامون هم اومد. به 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 بچه ها من کشکم سفارش دارم. چی میگم بهش؟ کشک بادمجون. و خیلی وقت بود که بعضی کشک بادمجون نخورده بودم، تقریبا 10 ساله که نخوردم. بریم که بعد از 10 سال کشک بادمجون امتحان کنیم. خب ما بریم شامون هم بزنیم، هوای بیرون هم که دیگه تاریک شد. دیلتون نخواب، دیلتون. خب بچه ها خرمون هم زدیم، شاید که چسبید. آقا سلام علیکم، خوب هستید؟ اسم شریف شما چیه؟ ناصر هستم. آقا ناصر، خوشی که شما. چند سال شما الان توی سوئیس زندگی میکنید؟ 22 سال. دو تا سوال دارم، سه تا از ویژگی خوب سوئیس، سه تا از ویژگی بدش رو ببینید. اون خیلی دوست دارم ببینم. بفرمایید. داره یکی اینکه خب بالاخره ما اینجا خارجی هستیم، اومدیم به امکان کار بمون دادن، همین که از کشور خودمون اومدیم، از کشور مادریمون از دست دادیم به عنوان کشور، یعنی مهربون و قبول کردن دو کار دومیش و سومیشم شاید خیلی قشنگ بود. آدماشون چجوریه؟ آدمای خوبی دارن، مخندن، میگن. سه تا ویژگی بعدش. ویژگی بعد نمیتونم زیاد پیدا کنم، سه تا فکر نمی‌کنم. ویژگی بعدش برای من که راننده‌ام جریمه زیاد می‌کنن. اینو راست میگه. سوئیس خیلی جریمه زیاده. خیلی خوشحال شدم. آقا دم شما گرم. غذا عالی بود. چمتون بخیر. My life is an easy same songs on repeat. You said you need me but
خب بچه‌ها ماشینم 98% شارژ داره و الان باید تقریبا یه ساعت و نیم رانندگی کنم تا اونجایی که می‌خواستیم بریم و فردا صبح با یه ویوی خوشگل می‌بینیم. صبحتون بخیر بچه‌ها. دیشب ما از بس خسته بودیم تو اومدیم اینجا اصلا خوابمون برد. امروز که از خواب بلند شدم میخواد گشنه‌ام بود، رفتیم جاتون خالی صبحونه خفنم زدیم و تازه انرژیم برگشته. الان هاش خانم هم دنبال برنامه‌ست، ما بریم ببینیم که امروز کجا باید بریم و تا جایی که بتونیم دیگه ما اطراف این دریاچه خیلی زیبا همه چیزو میریم میگردیم و اشغال به راه دیگه. آب رودخونه اینجا از بس زلاله، اینجا الان عمقش کم کمش 2 متره ولی این پایین کاملا معلومه و قشنگ آدم گودیه چه میدونم این دریاچه رو میبینه که مثلا از اینجا بعد این عمق خیلی زیاد میشه، 5 6 متر میشه، خیلی خفنه. اصلا سوئیس همه دریاچه‌هاش اینجوریه و کیفیت آبشون از بس بالاست که تو میتونید اون آبو بخورید. In a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a heart to see. توی همچین جای خیلی زیبایی مثل اینجا بچه ها میدونی چی میچسبه؟ چای. به 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 بچه‌ها یه چای نبات اینجوری هیچ جا گیرتون نمیاد، باور کنید. ما بریم چای نباتون هم بزنیم به بدن، یکم هم استراحت کنیم چون که این چند روز گذشته همش تو راه بودیم و اینا، ولی امروز گفتیم که تو همین منطقه میمونیم و تا جایی که میتونیم میخوایم استراحت کنیم. البته الان داریم میبینیم یه جایی که اوکسانا که عکسشو بهم نشون داد مثلا عاشق اونجا شدم. وای بچه الان توی خیابونیم کنار کوه و دریا و واقعا یاد این فیلم‌های خارجی افتادم. من عاشق خیابونایی هستم که بغل دریا، مخصوصا وقتی که بتونی با موتور بری تو خیابون. حالا موتور که نداریم ولی خب همین ماشین هم کافیه. واسه اکس نو ای با هیر ایز زیر زیر شون این لابلی که شوله میکنه این اینم فیلم. بچه ها به دنبال یه راییم که بتونیم بریم بالای کوه. آها راست اونجاست، هیه بهتر همینجا بمونیم روبروی پله که رسیدیم بعد از اینجا بریم اون برای خیابون. چون اینجا یه پیچ هم هست یه ماشین میاد نمیره ما رو جر میده. بالای این کوه اگه برسیم از اون بالا میتونیم همه چی رو خیلی قشنگتر ببینیم. وای الان 105 کیلو گوشت داره از یه کوه میره بالا. این بده ایوه رسیدیم به پله. وای بچه ها ویو رو ببینید چقدر خفنه. بچه ها واسه این که بیام اینجا خیلی رابطه کردم و نظرم واقعا ارزشو داشت. خیلی خیلی خفن و زیباست اینجا. بچه ها رسیدیم به این بالا ولی ویوش خیلی بده، فقط درخت جلومونه، هیچ چیزی دیگه نمیشه دید. بکنم همون پایین بهتر بود. بچه ها به زور اومدیم یکم بالاتر و اینجا هم ویوش فقط ویو دریاست، الان خیابون اینا رو درست نمیشه دید. بکنم حدسم درست بود، همون پایین از همه جا بهتر. بچه‌ها این بود از ویدیو امروز و از ولاگ سوئیس. امیدوارم که شما از این ویدیو لذت برده باشید. حتماً و حتماً نظرتون رو برام راجع به سوئیس بنویسید و اشتمنید اشوگری تا ویدیو دیگه. بای بای، خدافظ. سابسکرایب یادتون نره.